تخریب خانه های فرهاده در یاد توسط طالب ها و ساختن خانه های جدید برای مردم ایراد. بالاخره فرهاده در یاد به اشتباهش پی برد و از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد. من در این ویدیو پیرامونم این موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. فرهاد دریا و آریانا سعید بعد از زلزله مرگبار در افغانستان به خصوص ولایت زیبای ایراد برای مردم ایراد و زلزله زدگان تصمیم گرفتن کمک مالی انجام دهد. اینها به کمک و همکاری افغانانشان در سرتاسر جهان توانستند به صورت آنلاین پول جمع‌آوری کند. مجموعه پول کمک شده برای زلزله‌زدگان مردم ایراد از طریق آریانا سعید و فرهاد دریا $70,000 آمریکایی شده بود و فرهاد دریا و آریانا سعید تصمیم گرفتند این پول را برای مردم افغانستان خانه‌های بسازند. آنها پول را برای انجینیرها در ولایت ایراد سپردند و آنها خانه هایی که تا کنون مورد نقد و انتقاد شدید مردم قرار گرفته ساختند. فرهاد دریا ساختن این خانه ها را به گونه مقت و اضطراری می داند. این همه در حالی است که خانه های ساخته شده توسط فرهاد دریا کاملا مانند خانه های کارتون می باشد. حتی نمی توان نام خانه را بالای این ساختمان ها گذاشت. این خانه های ساخته شده توسط فرهاد دریا حتی اولین امکانات اولیه را هم ندارد که به شمول حمام و آشپزخانه می باشد. فرهاد دریا بالاخره بعد از نقد و انتقاد شدید از طرف مردم و طرفدارانش از مردم افغانستان معذرت خواهی کرده است. این همه در حالی است که طالبان ساخت و ساز دیگر خانه های که فرهاد دریا می خواست بسازد را در ولایت هرات اجازه نداده است. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان فرهاد دریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، پدرود.